همونطور که میدونیم جمهوری اسلامی سالها سعی کرده تا حضور زنان در عرصه های ورزشی مخصوصا عرصه های بین المللی رو محدود کنه. روایت های زیادی از مسئولین مختلف نظام برای برخی از رشته های ورزشی شنیدیم در قالب اینکه زن چه دلیلی داره که در وزنه برداری شرکت کنه، زنان اجازه شرکت در مسابقات پرورش اندام رو ندارند و همچنین رشته های ورزشی دیگه. تمام تلاش جمهوری اسلامی برای خونه نشین کردن زنان و حذف آنها در عرصه های تأثیرگذار جامعه بسیار مشهوده. طبق آخرین تلاش هایی که داشتن، در 48 ساعت گذشته تصمیم گرفتن که آخرین زن تأثیرگذار در عرصه ورزش های ملی، یا بهتر بگیم آخرین رئیس فدراسیون زن در ورزش جمهوری اسلامی رو حذف کنند، یعنی سرکار خانم زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک. جالب بدونید که این موضوع فقط به حذف خانم زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک ختم نشده، بلکه امروز آرش فرهادیان مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی از نهادهای امنیتی خواسته به دلیل صحبت های اخیر این خانم، یعنی رئیس پیشین فدراسیون ژیمناستیک، براش پرونده امنیتی تشکیل بدن. خانم زهرا اینچه درگاهی رئیس پیشین فدراسیون ژیمناستیک بود که روز 24 اسفند به دلیل عدم تایید از سوی اون چیزی که نهادهای نظارتی خونده میشه، اجازه حضور دوباره در انتخابات فدراسیون ژیمناستیک رو پیدا نکرد. با خروج اجباری خانم اینچه درگاهی از انتخابات فدراسیون فوتبال، عابد حقدادی، عضو سپاه از مدیران امنیتی و نظامی سالهای اخیر ورزش ایران، به ریاست فدراسیون ژیمناستیک رسید. خانم اینچه درگاهی گفت: من رد صلاحیت نشدم، یعنی کسی هیچ چیزی به من اعلام نکرده بود. امروز هم بعد از شروع مجمع منتظر بودم که نوبت به سخنرانی من برسه. با وجودی که نام خانوادگی من با حرف الف شروع میشه، اما سخنرانی از حرف ه شروع شد. برگشتم تخت رو نگاه کردم، دیدم نام من روی تخته نیست. از دوستان پرسیدم که بگن دلیلش چیه، اونا هم گفتند تایید صلاحیت شما هنوز نیومده. البته که خانم اینچه درگاهی تونست اونجا مچگیری کنه و این مچگیری بودش که اعصاب همه رو خورد کرده. گویا در مجمع انتخاباتی اعلام کردن انتخابات طبق اساسنامه وزارت ورزش برگزار میشه، اما مترجم برای ناظر فدراسیون جهانی چیز دیگه ای رو ترجمه کرده، گفته انتخابات طبق اساسنامه فدراسیون ژیمناستیک برگزار میشه. خانم اینچه درگاهی میگه من نسبت به این موضوع معترض شدم و با زبان انگلیسی گفتم که مترجم امانتداری رو رعایت نمیکنه. پولادگر گفت انگلیسی صحبت نکنم چون این کارم توهین به مجمعه. من هم گفتم اعتمادی به مترجم شما نیست. خیلی این اتفاق حالا در مجامع ورزشی ما پیش نیومده که یک رئیس فدراسیونی انقدر سواد و دانش انگلیسی داشته باشه که بتونه مستقیما با نماینده فدراسیون جهانی صحبت کنه. معمولا از سردارهای سپاه و غیره هستن که فارسی را به زور صحبت میکنن. این اولین چک افسری تو گوش کل تشکیلات نظام بوده که همه با هم ایستاده بودن تا یک مدیر شایسته رو، فقط به خاطر جنسیتش و موارد دیگه که جلوتر بهش اشاره میکنیم، از ورزش مملکت حذف کنن. خانم اینچه درگاهی در خصوص اینکه گفته میشه مجمع فدراسیون ژیمناستیک به حد نصاب نرسیده و برگزاری انتخابات قانونی نیستم، تاکید کرد و گفت حضور 2/3 اعضای مجمع در زمان رأی‌گیری لازمه. قبل از شروع انتخابات 23 نفر از مجمع بیرون اومدیم، نامه هاشم موجوده. آقای پولادگر اومدن تو جلسه گفتن که اعضای مجمع یعنی هیچ، اون دو نفری که ما گفتیم و شما باید بهش رأی بدیم و هیچ تغییراتی هم انجام نمیشه و اعضای مجمع میبینی که یکی اکثریت مجمع دارن میان بیرون. بخوام دکتر درگاهی گفتن شما اجازه ندارید در مجمع حضور داشته باشید. در مجموع اعضای مجمع 48 نفر بودند. مجمع از رسمیت خارج شده اما اونا ادامه دادن. انتخابات باید لغو میشد و الانم باطله. با توجه به اینکه فکر میکنم بیش از 20 نفر، فکر میکنم 22 نفر از اعضای مجمع الان در محوطه آکادمی ملی المپیک هستن و چیزی حدود فقط نصف اونها در طبقه فوقانی حضور دارن، طبیعتاً فکر میکنم مجمع از صلاحیت خارج شده تعدادش. اما لیستی رو که فکر میکنم برای هدایا یا برای صبحانه بود و اینها، فکر میکنم به عنوان لیست حضور و غیاب میخوان تلقی بکنن. طبیعتاً فکر میکنم که تصویری که پشت سر شماست نشون میده که حضور و غیاب به چه شکلیه و چه کسانی سر جلسه هستند و چه کسانی نیستند.
ایشون به واکنش ناظر فدراسیون جهانی به این انتخابات هم پرداخته و یادآور شده که بعد از مجمع ناظر فدراسیون جهانی از من خواست به هتل محل اقامتش برم و در لابی منتظر بمونم. او به اتاقش رفت و اساسنامه انگلیسی رو آورد. ناظر گفت سرم درد گرفته، چون در اساسنامه انگلیسی قانون 1/3 و 2/3 برای برگزاری رسمی مجمع ذکر شده، در حالی که در جلسه به من گفتن قانون 1/2 به علاوه 1. یعنی با همین اتفاق گند خورد به تمام نقشه‌هایی که کشیده بودن. شرایط الان برای ورزش جمهوری اسلامی، مخصوصا برای ژیمناستیک، بسیار پیچیده میکنه. هم کار غیر قانونی انجام دادن، هم به ناظر جهانی ژیمناستیک دروغ گفتن. اما حالا چرا انقدر باش بدن و چرا انقدر میخوان خانم اینچه درگاهی رو کنار بذارن؟ پرونده سازی های امنیتی برای این خانم از رسانه‌های حکومت آغاز شد و در نهایت به عزل یک طرفه او توسط وزارت ورزش و جوانان در سال 1400 رسید. دی 96 در آغاز ریاست خانم اینچه درگاهی در فدراسیون، ایسنا پرونده دیگری را برای فدراسیون ژیمناستیک ایران باز کرده بود. آن زمان حضور دختر 11 ساله ایرانی در رقابت‌های ژیمناستیک نونهالان آسیا محوریت حمله به این فدراسیون شد. ایسنا خبر از بی‌حجاب بودن دختر 11 ساله داده بود و با طرح این ادعا که چنین نماینده‌ای شایسته نظام و ورزش جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیست، خواهان برخورد وزارت ورزش با فدراسیون ژیمناستیک شد. همین خبرگزاری 21 اسفند همون سال اومد در یک گزارشی با عنوان حضور تأسف‌بار دبیر فدراسیون ژیمناستیک در یک دوره آموزشی مدعی شد که محسن سلیمانی قبل از آغاز این دوره کلاس‌های آموزشی از حضور یک مربی اسرائیلی در اونجا آگاهی داشته و علیرغم اون باز هم در این کلاس‌ها شرکت کرده. محمد رضا داورزنی معاون وقت وزارت ورزش نیست دقایقی بعد با ایسنا مصاحبه کرد و گفت حضور نماینده‌های جمهوری اسلامی حتی در سمینارهایی که نماینده‌ای از اسرائیل در آن حضور داره ممنوعه. وزارت ورزش یه روز بعد دستور به عزل دبیر فدراسیون ژیمناستیک داد، اما زهرا اینچه درگاهی به عنوان رئیس فدراسیون ایران گفت عزل و نصب دبیر کل بر عهده رئیس فدراسیونه، نه وزارت ورزش و جوانان. همین ایستادگی ها مقابل نظام و بعد تلاش برای ورود زنان ژیمناستیکار ایرانی به رقابت های بین المللی باعث شد در نهایت وزارت ورزش و جوانان در سال 1400 دستور به برکناری اینچه درگاهی بده. اونا کلن با ژیمناستیک مخالف بودن، مخصوصا با ژیمناستیک زنان. اعتقاد داشتن که کلن نه لباس مناسبی وجود داره که شؤونات اسلامی رعایت بشه، نه اصلا چه معنی داره که زن بره ژیمناستیک کار کنه. بعد از اینکه دستور به برکناریش دادن، 700 مربی و ورزشکار ژیمناستیک ایران با جمع‌آوری امضاهای خواستار ابقای او شدند. تلاشی که حالا در نهایت هم بی‌فایده بود. خانم اینچه درگاهی در ادامه گفته ناظر فدراسیون جهانی به من گفت برگه ای را امضا نخواهم کرد. متاسفم و گزارشم رو حتما میدم. حتی دبیر و بازرس هم صورت جلسه را امضا نکردن. شاید به خاطر زن بودنمه که با حضورم در مجمع انتخابات مشکل دارم. او به خبرنگاران با کنایه گفته بود ترجیح میده فرصتی به نهادهای نظارتی بده تا زمان بیشتری برای بررسی در مورد اون داشته باشن. امروز جمعه آرش فرهادیان به عنوان نماینده وزارت ورزش به خبرگزاری ایسنا گفته نهادهای امنیتی به دلیل متهم کردن وزارت ورزش و جوانان به زن ستیزی باید به این ادعاها ورود کنند. او گفته صحبت‌های خانم اینچه درگاهی چیزی جز خوراک دادن به رسانه‌های معاند نبوده و در این خصوص باید نهادهای امنیتی نسبت به موضع‌گیری او ورود کنند. وزارت ورزش جوانان در سال 1401 نقش پررنگی در سرکوب ورزشکاران و مربیان داشت. حالا بعد از حذف کامل تنها زن مدیر ورزشی ایران که نزدیکی به سپاه یا دستگاه اطلاعاتی نداشته، این وزارت تلاش میکنه از طریق نهادهای امنیتی براش پرونده سازی کنه. عابد حقدادی از درجه دارای سپاهه که از طریق بسیج وارد ورزش کشور شده. نمونهشو زیاد داشتیم. مسعود پیرایش، مداح نزدیک به بیت علی خامنه ای، امروز پنجشنبه 20 بهمن 1401 با حکم حمید سجادی به عنوان سرپرست اداره کل تربیت بدنی استان مرکزی و جانشین عابد حقدادی انتخاب شد. یک روزخون رئیس اداره کل ورزش استان مرکزی شد و یک سپاهی جای زن ژیمناستیکار سابق رو در فدراسیون ایران
گرفت.